سیستم سوخت‌رسانی انژکتوری پراید مدل ساژم. موتورهای نصب شده بر روی خودروی پراید دارای دو نوع سیستم انژکتوری است. مدل کیا و ساژم. مدل کیا در ابتدای مبحث توضیح داده شد. در این قسمت به معرفی مدل ساژم می‌پردازیم. سیستم ساژم نسبت به کیا دارای تفاوت‌هایی است که مهمترین آنها عبارتند از: 1. دلکو در این سیستم حذف شده و به محل دلکو سنسور میل بادامک CMP برای شناسایی زمان احتراق در سیلندر اول نصب شده است. 2. کوئل دارای 4 ترمینال فشار ضعیف و 4 ترمینال فشار قوی است. 3. سنسور MAP و سنسور ATS در یک واحد قرار گرفته و هر دو روی مخزن آرامش نصب می شود. 4. رله اصلی به صورت رله دوبل ساخته شده است. 5. سنسور دورسنج و زاویه سنج CKP. این سنسور در موتور انژکتوری مدل ساژم از نوع القایی است که در مقابل یک چرخ دندانه‌دار روی پوسته فلای ویل نصب می شود. تعداد دندانه های چرخ دندانه دار 58 است. در این سیستم دو دندانه حذف شده است و فاصله هر دندانه تا دیگری 6 درجه می باشد. وقتی قسمت دندانه های حذف شده مقابل سنسور برسد، تغییر شارد مغناطیسی ایجاد شده و ولتاژ القایی در لحظه رسیدن پیستون 1.4 به نقطه مرگ بالا می باشد که در این لحظه پیستون 1 در حالت انفجار و پیستون 4 در ابتدای مکش قرار دارد. بنابراین در هر دور میلنگ یک بار پالس دامنه بزرگ ایجاد می شود. ترمینال 1 سنسور به ECU متصل بوده و دارای پولاریته مثبت است و ترمینال 2 نیز به ECU متصل بوده و دارای پولاریته منفی می شود. وقتی که دندانه های چرخ به سنسور نزدیک می شود، پولاریته مثبت و وقتی که دندانه ها از سنسور دور می شود، پولاریته منفی می گردد. بنابراین، یک سیگنال تناوبی به ECU ارسال می شود. سیگنال های ارسالی سنسور به ECU به صورت ولتاژ تناوبی است که با دامنه کوتاه مربوط به دندانه های روی چرخ دنده و سیگنال با دامنه بلند مربوط به محل دندانه های افتاده شده است. بنابراین در یک دوران 58 دندانه کوتاه و 2 دندانه بلند دیده می شود. 6. سنسور سرعت سنج خودرو. این سنسور روی پایه کیلومتر شمار دیفرانسیل نصب می شود. این سنسور برق 12 ولت خود را از پایه 6 رله اصلی گرفته و با چرخش محور خود که از دنده کیلومتر شمار می گیرد و به ECU پالس ارسال می کند. اطلاعات ارسالی این سنسور برای محاسبه ارتباط بین دور موتور، گشتاور موتور و انتخاب بهترین حالت دنده در گیربکس اتوماتیک و نیز کنترل سوخت شتابگیری مثبت و منفی مانند ترمز کردن به کار می رود. این سنسور در مقابل عناصری مانند سرب، فسفر، منگنز و کلسیوم و نیز فرو رفتن در روغن حساسیت دارد و هنگام سرویس باید به این نکات توجه شود. 7. محفظه دریچه گاز و تجهیزات نصب شده روی آن. این قطعه در ورودی مخزن آرامش نصب می شود و دارای تجهیزات زیر است. الف، دریچه گاز که با سیم گاز باز می شود. ب، سنسور TPS که موقعیت باز بودن دریچه گاز را به ECU اطلاع می دهد. و جیم، موتور پله‌ای که هوای مورد نیاز موتور در دور آرام را به صورت مرحله‌ای تأمین می کند. موتور پله‌ای چیست؟ موتور پله‌ای موتوری است که با دریافت پالس الکتریکی از ECU تا زاویه معین و یک مرحله محور پیچی آن به عقب حرکت کرده و مجرای هوای میانگذر از
سوپاپ مخروطی آن عبور می کند. محور موتور دارای پیچی است که با چرخش آن سوپاپ مخروطی از محل نشست خود دور یا به آن نزدیک می شود. هرگاه روتور در جهت راست بچرخد، سوپاپ بسته شده و مجرای هوای میان گذر تنگتر می شود. و هرگاه روتور در جهت چپ بچرخد، مجرا باز شده و هوای زیادتری وارد موتور می شود. کوئل سیستم جرق زنی بدون تقسیم کننده در موتورهایی با سیلندر زوج به کار می رود. زیرا در موتورهای با سیلندر زوج، پیستونهای قرینه حرکت مشابه انجام می دهند. مثلا در موتور چهار سیلندر، سیلندرهای 1x4 و 2x3 قرینه هستند. مفهوم قرینه بودن آن است که حرکت پیستون‌ها مشابه است. در تصویر حرکت سیلندرهای 1x4 همزمان انجام می شود که سیلندر 1 در حال کار و سیلندر 4 در حال مکش است. کوئل در ساژم دارای 4 ترمینال فشار ضعیف و 4 ترمینال فشار قوی است. ترمینال های فشار ضعیف با مواضع زیر ارتباط دارد. 4. به خازن 2.2 میکروفارادی. 3. به برق 12 ولت از طریق ترمینال 4 ولی قدرت. 2. به ECU ترمینال MIH3 مربوط به کوئل 2 و 3. 1. به ECU ترمینال MIG3 مربوط به کوئل 1 و 4. رله دوبل. این رله دارای 15 ترمینال است. با روشن کردن سویچ موتور، برق از فیوز 5 آمپری به ECU رسیده و ECU برق ترمینال 10 در رله اصلی را بدنه کرده. در نتیجه سیمپیچ رله اصلی مگنت شده و پلاتین آن بسته می شود. در این حالت برق مستقیم پایه 11 به پلاتین رسیده و با بسته شدن پلاتین ولتاژ به ترمینال 9 و 1 می رسد. ولتاژ 9 به فن رادیاتور و سویچ اینرسی می رسد و ولتاژ 1 به ECU می رود. سویچ اینرسی ابتدا به ساکن توسط مگنت دائم خود بسته است. بنابراین ترمینال 1 به 3 در سویچ اینرسی وصل می باشد. بنابراین ولتاژ از ترمینال 3 به ترمینال 14 و از آنجا به سیم پیچ رله قدرت رفته و از ترمینال 7 به ECU رسیده و اتصال بدنه می شود. با این عمل رله قدرت فعال بوده و پلاتین آن بسته می شود. بنابراین ولتاژ باتری از فیوز 30 آمپر و ترمینال 8 به ترمینال به پلاتین رسیده و از ترمینال 6 به ترمینال های زیر متصل می شود. برای تغذیه گرم کن سنسور لاندا، سنسور CMP میل بادامک و سنسور سرعت سنج. 13. برق مثبت انجکتورها را تامین می کند. 4. برق مثبت کوئل های 1 و 4 و 2 و 3 را تغذیه می کند. 5. برق مثبت پمپ بنزین و برق رله کانیستر را تأمین می کند. نتیجه هرگاه مدار سویچ اینرسی قطع شود، ترمینال خروجی های 4، 5، 6 و 13 از باتری جدا می شوند. بنابراین سنسور لاندا، سنسور CMP، سنسور سرعت سنج، برق مثبت انجکتورها، برق مثبت کوئل ها، برق پمپ بنزین و رله کانیستر قطع می شود. حالت های مختلف رله دوبل. کلید جرقه روشن، موتور روشن. در این حالت با اتصال بدنه شدن سیم پیچ رله اصلی توسط ECU در ترمینال MIF2 برق رله اصلی توسط پایه 9 به کلید انرسی رسیده و با وصل نمودن کلید انرسی به پایه 14 رله قدرت میرسد. اتصال بدنه شدن سیم پیچ رله قدرت توسط ECU در ترمینال M2F3 رله قدرت به صورت وصل در آمده و برق باتری 30 آمپر به مصرف کننده های مهم موتور ارسال می شود. 2. کلید جرقه خاموش.
در مدت 3 تا 5 ثانیه پس از خاموش کردن موتور. در این حالت رله اصلی را برای مدت 3 تا 5 ثانیه روشن نمایید تا موتور پله ای به حالت اولیه برگشت کند. بنابراین با باز شدن پلاتین های رله قدرت، با قطع شدن برق سیم پیچ رله قدرت توسط ECU، عملاً برق مثبت 7 مصرف کننده تغذیه کننده از رله قدرت قطع می شود، ولی برق مثبت خروجی از ترمینال 1 به ECU فیش M1i4 وصل است تا موتور پله ای در ابتدای کورس خود قرار گیرد. 3. موتور خاموش، رله دوبل قطع. در این حالت رله اصلی برای مدت 3 تا 5 ثانیه روشن می ماند تا موتور پله ای در حالت اولیه برگشت کند و نیز آخرین اطلاعات در حافظه ECU ثبت کرده. در این حالت پلاتین های رله اصلی قطع می شود. سنسور تعیین پیستون اول. پایه این سنسور روی محل سابق دلکو نصب شده. سنسور از محل وسط این پایه روی شیار میل سوپاپ نظارت دارد. هر وقت شیار روی میل سوپاپ در مقابل سنسور قرار بگیرد، نسبت به شناسایی پیستون اول و نقطه مرگ بالا اقدام می کند. کلید اینرسی یا کلید قطع کن. این کلید روی دیواره بدنی محفظه موتور نصب شده. هرگاه ضربه ناگهانی حاصل از تصادف ایجاد شود، این سنسور برق رله قدرت در رله دوب را قطع می کند و در نتیجه با قطع شدن کلید اینرسی برق، انژکتور، کنستر و پمپ بنزین را قطع می کند و موتور خود را خاموش می شود. برای راه اندازی مجدد آن کافی است که قسمت لاستیکی بالای آن را با انگشت خود فشار دهید. این کلید در سیستم کیا وجود نداشته و کاملا جنبه ایمنی در خود رو دارد. سنسور اکسیژن. سنسور اکسیژن در این مدل از نوع هگو است، یعنی سنسور دارای گرم کن است که محفظه اندازه‌گیری سنسور را گرم کرده و سپس سنسور را وارد مدار می کند. سنسور ضربه. هرگاه موتور تولید ضربه ناشی از خودسوزی داشته باشد که در اثر افزایش فشار هوا یا افزایش رطوبت هوا و یا کفتراشی سرسیلند و یا پایین بودن درجه اکتان بنزین باشد، در این موقع موتور با لرزش زیاد کار می کند. جهت جلوگیری از صدمات ناشی از این موارد، سنسور ضربه سیگنال به ECU ارسال داشته و ECU جرقه را ریتارد کرده و ضربه را از بین می برد. شیر برقی کنیستر دارای دو سیم بوده که در زمان اعلام ECU فعال شده و بخارات بنزین که در کنیستر جمع شده توسط لوله ها مکیده شده و به مانیفولد یا مخزن آرامش ارسال می شود. چراغ ابیابی MIL یا میل. اگر در سیستم ایبی ایجاد شود، این چراغ فلش زده و اعلام ایب می کند. ECU. ECU در این سیستم اصلاح شده و مصرف خودرو در این سیستم 6.5 لیتر در هر 100 کیلومتر بوده، ولی در مدل کیا این مقدار 7.5 لیتر در هر 100 کیلومتر است. توجه، در سیستم ساژم تنها خرابی سنسور دورسنج و کلید اینرسی باعث خاموش شدن خود رو می‌گردد. همانطوری که در فیلم مشاهده می‌کنید، رگلاتور در دو مدل کیا و ساژم مشابه بوده و فقط شکل ظاهری آنها با هم متفاوت است.
جایگاه اجزای سیستم سوخت‌رسانی انژکتوری مدل ساژن بر روی خودرو. کوئل بر روی یک پایه بر روی سرسیلند نصب شده است. کلید اینرسی. رله کانیستر که توسط یک لوله به مخزن آرامش متصل است. موتور پله‌ای. مدار دور آرام کیا همانطوری که مشاهده می‌کنید در ساژن مسدود شده است. سنسور TPS. سنسور آب CTS. پمپ بنزین. پمپ بنزین ها در هر دو مدل یکسان است. رگلاتور که با یک لوله خلعی به مخزن آرامش متصل شده است. فیوز ها. سه تا فیوز داریم. اولی فیوز انژکتور، دومی فیوز پشت آمپر و فیوز سوم برای چراغ‌های جلو. سنسور اکسیژن. لامپ ایپ یا به MIL. جعبه فیوز ها. دو فیوز 10 و 5 آمپری مربوط به سیستم انژکتوری هستند و ECU در سمت چپ پای راننده. فراموش نکنید که توی کانال سابسکرایب کنید، زنگوله رو به صدا در بیارید و کانال رو با دیگر دوستانتون به اشتراک بذارید. تا ویدیوی بعدی، روز روزگار خوش.